اگر مساحت یک دایره به شعاع یک را برابر S1 فرض کرده و داخل آن دو دایره مطابق شکل رسم کنیم و مجموع مساحت آن دو را S2 بنامیم، با تکرار این عملیات دنباله S1, S2, S3 تا Sn ساخته می شود. نشان دهید این دنباله هندسی است و جمله عمومی دنباله رو به دست بیارید. اصلا سوال چی داره میگه؟ گوش بدید. ببینید، من این دایره رو دارم. داره میگه شعاع برابر چنده؟ یک. پس شعاع میشه یک. خب بچه اینو تو ذهنتون بسپارید. شعاع دایره بزرگ یک. آیا قبول دارید که شعاع دایره بزرگ قطر این دایره است؟ آفرین. پس دایره بزرگ شعاعش برابر با چنده؟ یک است. حالا اجازه بدین. خب میگم شعاع دایره بزرگ برابر با یک. مساحت S1 میشه PR2. آره منم یکه، میشه پی در یک به توان دو میشه چند؟ پی. پس مساحت دایره اولی رو ما در آوردیم، شد چی؟ پی. اما اینجا دقت کنید بچه ها، در مرحله بعد شعاع هر یک از دو دایره آر دوم یا یک دوم میشه. چرا؟ ببینید این دایره بزرگ شعاعش مگر این نبود؟ شد چی؟ آر. پس این میشه شعای دایره بزرگ. شعای دایره بزرگ میشه قطر دایره کوچیک. در واقع قطر این دایره همون شعای دایره چیه؟ بزرگه. پس من برای این دایره آر که همون یک هست قطرش میشه، ولی من شعاعشو میخوام، پس بعد بشه چی؟ آر دوم، یعنی همون یک دوم. پس میگم S2 میشه پی در، دیگه نمیگم پی آر دو، میگم پی در آر دوم به توان دو. ولی این دو چی بود افتاد اینجا؟ چند تا دایره دارم من؟ دو تا دارم. پس این دو به خاطر اینکه من دو تا دایره دارم. حالا میام اینجا به جای آر مقدار یک رو قرار میدم، میشه دو پی ضرب داره یک دوم به توان دو چند میشه؟ یک چهارم. چهارم من با دو ساده میکنم، پس مساحت این دو تا دایره شد چی بچه ها؟ شد پی دوم. حالا بیام قسمت بعدی. از من چی رو خواسته؟ مساحت این چهار تا رو خواسته. پس دقت کنیم یه بار دیگه از اول میگم، دایره بزرگ شعاعش یک بود، شعاع دایره بزرگ میشه قطر این دایره. پس یه بار دیگه، شعاع دایره بزرگ میشه قطر این دایره. من شعاع این دایره رو میخوام، پس اینجا میشه. خب مگر شعای دایره بزرگ آر نبود؟ پس شعای این میشه آر دوم. حالا آر دوم شعای این دایره است که اندازش انقدره، آر دوم میشه قطر این دایره کوچیک. ولی من شعای اینو میخوام، پس آر دوم رو باید نصف کنم، پس میشه آر چهار. پس در مرحله بعد شعاع هر یک از چهار دایره خارجی آر چهارم یا همون یک چهارم میشه. چرا؟ چون خودش آر رو به ما داده از اول یک. حالا میام اینجا میگم SSA، دیگه نمیگم پی آر دو، دیگه نمیگم پی آر دوم به توان دو، میگم پی آر چهارم به توان دو. ولی این چهار چی بود افتاد اینجا؟ به خاطر اینکه من چهار تا دایره دارم. خب خیلی ساده شد، چهار پی در آره منم یکه، یک چهارم به توان دو میشه یک شونزدهم، که سادش بکنم با این جواب چند میشه؟ میشه پی چهارم. پس در واقع مساحت این چهار تا دایره شد چند؟ شد پی چهارم. خب مساحت اولی رو در آوردم،
دومی رو در آوردم، سومی رو هم در آوردم، یه چنین چیزی شد. پس میخوام بیام دنباله ای از این مساحت رو ما پای سر هم بنویسیم، میشه پی، پی دوم، پی چهارم تا الی آخر. حالا سوال اینه این دنباله ای از مساحت ها رو که ما نوشتیم آیا هندسی هست یا نه؟ برای اینکه تشخیص بدیم دنباله ای هندسی هست یا نه، گفتم چیکار میکنیم؟ قدر نسبت رو به دست میریم. خب یک سری عدد پشت سر هم دادن، پس دنباله است، ولی چون این اعداد مربوط به مساحت دایره میشه، میشه دنباله مساحت دایره. حالا من میخوام ببینم این دنباله مساحت دایره ها هندسی هست یا نه. میام اینجا قدر نسبت جمله دوم به جمله اول، پی دوم تقسیم بر پی، خود جواب میشه یک دوم. دوباره چی؟ قدر نسبت جمله سوم به جمله دوم، پی چهارم به پی دوم، باز چند شد؟ یک دوم. چون قدر نسبت ثابته، پس این دنباله یک دنباله چیه؟ همون هندسیه. آفرین. حالا اما چی خواسته بود؟ گفت اگه ثابت کردی که دنباله هندسی هست، بیا جمله عمومیشو به دست بیار. میام اینجا جمله عمومی مساحت رو میخوایم، ولی اول دقت کنید فرمول کلی دنباله هندسی چی بود؟ آین چی بود؟ آیک ثابت، کیو ثابت، توان کیو یک واحد کمتر از جمله مربوط است. چون جمله من جمله انم هست، پس توان میشه ان منهای یک، پس آی ان میشه آیک در کیو به توان ان منهای یک. این چی بود بچه ها؟ فرمول کلی جمله عمومی دنباله هندسیه. ولی من چی رو میخوام؟ جمله عمومی مساحت رو میخوام. دیگه نمیگم آی ان، میگم اس ان. جمله عمومی مساحت رو میخوام. چی ثابت بود؟ جمله اول ثابت بود، مساحت اول ثابته، قدر نسبت ثابته، قدر نسبت ثابته، توان یک واحد کمتر از جمله مربوطه، توان یک واحد کمتر از جمله مربوطه. خب من که اس یک همون که دارم شد چند؟ پی. کیو هم که ثابته شد چند؟ یک دوم. پس جواب میشه پی در یک دوم به توان ان منهای یک. خب بچه خیلی راحت شد دیگه، یک به هر توانی برسه میشه یک، یک ضرب در پی میشه پی، دو هم به توان ان منهای یک برسه میشه دو به توان ان منهای یک. اینم شد جمله عمومی مساحت.